دولت بایدن ماه هاست به ایران هشدار می دهد که فرصت رسیدن به نتیجه در مذاکرات وین محدود است. نمایندگان آمریکا اخیرا از این محدودیت زمانی به عنوان هفته ها یاد می کند. اما چه عامل یا عواملی تعیین کننده زمان به پایان رسیدن این هفته هاست؟ همکارم گیتاریان با یک کارشناس سابق آژانس در این زمینه گفتگویی انجام داده. در سه سال گذشته ایران مفاد برجام را در ابعاد مختلف نقض کرده است به گفته دیوید آلبرایت کارشناس سابق آژانس المللی انرژی اتمی یک مورد خاص نیست که بتوان از آن به عنوان مرز تعیین کننده گذار از خط قرمز و بی اثر شدن توافق شش سال پیش از دیدگاه آمریکا نام برد بلکه مجموعه است از دانش فنی و توانایی عملی کردن آن دانش محاسبه دشواری است نخستین و شاید مهمترین آن پیشرفتهایی است که ایران در زمینه بکارگیری و راهاندازی سانتریفیوش های گازی داشته است آنها دارند دانش به دست میآورند و این چیزی است که نمی توان ازشان پس گرفت هدف از برجام این بود که برای چند سال جلوی یادگیری ایران در این زمینه ها را بگیرد یا همونطوری که دارد فلز اورانیوم تولید می کنند. قرار نبود به هیچ عنوان چنین توانایی را در حداقل تا 15 سال دیگر داشته باشد اکنون یاد میگیرد که چگونه در آن مهارت پیدا کند سانتریفیوژ هایی که می توانند اورانیوم را تا درجه خلوص 20 و 60 درصد قدیم کنند به ویژه مورد نظر هستند زیرا غنیسازی در این سطح نیز یکی دیگر از فاکتورهایی است که در محاسبه ای که آلبرایت به آن اشاره می کند نقش دارد به گفته او اگر مانند شش سال پیش ایران اصرار داشته باشد که سانتریفیوش های پیشرفته را حفظ کند آنگاه دیگر نمیتوان به برجام بازگشت اما میگوید شاید روشن شدن ماهیت فعالیت های گذشته که هنوز برای آژانس مبهم است راهی برای حفظ برخی فعالیت های کنونی باشد اگر ایران مانند دیگر کشورها کاملا همکاری کند آژانس می تواند ظرف یک مدت کوتاه زیر یک سال تحقیقات خود را انجام داده و تایید کند که آن فعالیت ها دیگر وجود ندارند این می تواند از لزوم بازرسی های مضاعف جلوگیری کرده و شاید حتی ایران بتواند به غنی هم ادامه دهد حال سوال این است که آیا اصولا ایران مواد اولیه لازم برای تولید یک کلاهک هسته ای را دارد یا خیر آلبرایت با قاطعیت پاسخ مثبت می‌دهد و اشاره دارد به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2010 در مورد ساخت یک دستگاه انفجاری اتمی زیر استاندارد یا مینیاتوری توسط ایران آجانس گزارش داد که اگر ایران بخواهد میتواند ظرف مدت کوتاهی یک دستگاه منفجره هستهی بسازد و با کامیون یا کشتی به مکان دیگری ارسال کند همانطور که میتواند نسبتا زود هم یک آزمایش هسته زیرزمینی انجام دهد. به نظر او این مسئله مهمتر و مایه نگرانی بیشتر است تا نگرانی اسرائیل که نگران تولید کلاهکی استاندارد و سوار کردن آن بر موشک بالستیک است. زیرا به عقیده آلبرایت این بخش از کار زمان بیشتری برای ایران خواهد برد. گیتا آریان صدای آمریکا.